رضا صفایی پور بازیگر سینمای اکشن درگذشت. سلام به همراهان همیشگی کانال تاپ 5. ممنون میشم عضو کانال ما بشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه لایک رو بکوبید. با عرض تأسف به مناسبت درگذشت بازیگر پیشکسوت و با سابقه کشورمون. رضا صفایی پور در تهران متولد شد. ایشون فارغ التحصیل دیپلم رشته ادبی بودن. فعالیت خودشون رو با کشتی کج شروع کردن و بعد از چند مقام قهرمانی در ورزش وارد سینما شدن و با نام طوفان به شهرت رسیدن. رضا صفایی پور در 9 اردیبهشت ماه 1328 در تهران متولد شد. ایشون ساکن خیابان ری بودند و از کودکی با محله محمد علی فردین، احمد مفید و فرامرز غریبیان آشنا بودند. بعد از کسب چندین مقام قهرمانی در ورزش وارد صنعت سینما شدند و با نام طوفان شهرت پیدا کرد. ایشون فارغ التحصیل دیپلم رشته ادبی بود و فعالیت خودش رو با کشتی کج شروع کرد. رضا صفایی پور قهرمان کشتی دبیرستان‌های تهران بود و دانه پنج کشتی کج و کارت مربیگری این رشته رو هم داشت. صفایی پور فعالیت خودش رو به صورت جدی در سال 1342 وقتی که 14 سال سن داشت آغاز کرد و به عنوان ورزشکار بدلکار در فیلم ترس و تاریکی محمد متوسلانی نقش آفرینی کرد. در سال 1348 با فیلم قهرمانان به کارگردانی ژان نگولوس که محصول مشترک ایران و امریکا بود به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفت و تا سال 1355 در نزدیک به 10 فیلم حضور پیدا کرد. پس از انقلاب با فیلم سینمایی میرزا کوچک خان در سال 1362 به بازیگری بازگشت و با حضور در فیلم های فصل خاکستری، شکار در شب، پلاک و ضربه آخر کم کم به شهرت رسید. مجموعه تلویزیونی سیمرغ محصول سال 1371 نخستین نقش آفرینی ایشون در تلویزیونه. روزگاری با بازی در قهرمانان، مردی در آتش، انفجار، شکار در شب، کالیمانگا، پلاک، حادثه در کندوان، خط آتش، ضربه آخر، صلیب طلایی، پوتین، سینه سرخ، سحرگاه پیروزی، چشم عقاب، شاهرگ، تهاجم، آتک، جهنم سبز و پرچم‌های قله کابه و بسیاری دیگر سالن‌های سینما رو ممداد تماشاگر می‌کرد. آخرین بازی رضای صفایی فیلم گیجگاه در سال 99 و در تلویزیون در سریال 40 سرباز در سال 1386. رضا صفایی بود معروف به طوفان و همه دوستداران هنر هفتم به خصوص علاقه‌مندان سینمای اکشن می‌شناسند. تصویر بدمن سینمای ایران هرگاه که روی پرده سینما می‌افتاد، گیشه سالن‌های سینما با ترافیک تماشاچیان روبرو می‌شد. رضا صفایی پور سالهاست ازدواج کرده و نتیجه این ازدواج 2 دختره. ایشون اغلب با دخترشون هنگامه در فستیوال‌های مختلف هنری حضور پیدا می‌کردند. رضا صفایی پور در سال 86 در فیلمی به نام پرچم‌های قله کاوه به کارگردانی محمد نوری راد نقش آفرینی کرد و برای بازیش در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از جشنواره نور لس آنجلس دریافت کرد. رضا صفایی پور از سال 1392 عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت. ایشون درگیر بیماری پارکینسون شد و همین موضوع باعث کمکار شدن ایشون در سینما شد. صفایی پور در مورد بیماریش گفته بیماری لاعلاجی دارم که محمد کلی هم داشت. این بیماری ناشی از عوارض کارهای رزمی و ضرباتی که خورده، تازه داره عوارضش رو نشون میده. رضا صفایی پور در نهایت یک شنبه 26 آذر ماه به علت بیماری در سن 74 سالگی دار فانی رو ودا گفت. روحشون شاد. آیا شما هم با فیلم های این بازیگر عزیزمون خاطره دارین؟ کدوم فیلمشون رو بیشتر دوست دارین؟ توی کامنت ها واسمون بنویسید.